هشدار رئیس جمهور یمن نسبت به پیامدهای خطرناک دخالت رژیم ایران. هشدار مایک پومپئو در مورد سود سپاه پاسداران از محموله‌های نفتی برای تامین مالی تروریسم. برزیل حزب الله لبنان را سازمان تروریستی اعلام می‌کند. عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن خواستار مقابله با خطر رژیم ایران شد و تاکید کرد ملت یمن مشتاقانه خواهان رهایی از کودتای شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران است و به سوی ایجاد کشوری فدرال و نوین به پیش می رود. عبد ربه منصور هادی خواستار خونسا کردن خطر اساسی رژیم ایران شد که در وجود شبه نظامیان حوثی بروز کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن، رئیس جمهور یمن در نشست فوق‌العاده مقامات دولتی این سخنان را ایراد کرد. خبرگزاری رویترز امروز سه‌شنبه 29 مرداد گزارش داد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت باعث تأسف است به یک نفتکش رژیم ایران که در ساحل جبل الطارق توقیف شده بود اجازه داده شد برود. پومپئو در مصاحبه با کانال فاکس نیوز گفت این باعث تأسف است که این امر اتفاق افتاد. اگر رژیم ایران موفق شود از محموله نفتی این نفتکش سود ببرد، سپاه پاسداران آن پول بیشتر و ثروت بیشتر و منابع بیشتری برای ادامه فعالیت‌های تروریستی خود خواهد داشت. دولت آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری خود به دولت یونان هشدار داد کمک به نفتکش رژیم ایران که در جبل الطارق رفع توقیف شد مصداق حمایت از سازمان‌های تروریستی است. بامداد امروز سه‌شنبه اسکای نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت هر گونه تلاشی برای کمک به نفتکش رژیم ایران ممکن است مصداق حمایت از گروه‌هایی ترقی شود که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود چنین اقدامی تبعات کیفری خواهد داشت. ژنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا سینکام از پیوستن بحرین به ائتلاف بین‌المللی برای تأمین امنیت دریایی در خلیج فارس استقبال کرد. این ائتلاف برای مقابله با تهدیدها و جنگ‌افروزی‌های رژیم ایران در حال شکل‌گیری است. در بیانیه ژنرال کنت مکنزی آمده است من از تصمیم‌گیری امیر بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه در پیوستن به بریتانیا و ایالات متحده در داشتن نقش فعال در حفظ آزادی، ارتقاء امنیت دریایی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای سپاسگزارم. تهدیدات علیه جریان آزاد تجارت یک مشکل بین‌المللی بوده و مستلزم راه حل بین‌المللی است. ما از اینکه پادشاهی بحرین بخشی از این راه حل خواهد بود خوشحال هستیم. ما منتظر و مشتاق پیوستن سایر کشورها برای همکاری در تأمین و تضمین آزادی ناوبری هستیم. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد برزیل در نظر دارد گروه حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کند. مقام‌های آشنا با این موضوع خواستند ناشناس بمانند چون این موضوع هنوز علنی نشده است و اجرایی کردن این نامگذاری در برزیل به دلیل مقرراتی که دارد ساده نخواهد بود. به گفته خبرگزاری بلومبرگ این اقدام دولت برزیل به این خاطر است که این کشور خود را با سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ همسو می کند. تازه ترین گزارش ماهانی وزارت صنعت رژیم نشان می دهد تولید محصولات صنعتی در سه ماهه اول سال جاری افت شدیدی داشته است. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه در وبسایت وزارت صنعت رژیم منتشر شد، تولید محصولات صنعتی از قبیل خودرو، تلویزیون و ماشین لباسشویی به شدت افت کرده است. بر اساس همین گزارش در بخش خودرو تولید انواع سواری 44% تولید وانت، اتوبوس و کامیون به ترتیب با 10.3%، 59% و 70% افت همراه بوده است. در بخش محصولات خانگی نیز تولید تلویزیون با افتی 47% و ماشین لباسشویی با افتی 30% مواجه بودند.